بیننده های عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم و در انتظار نمیمانیم مهمانای خوب برنامه ما، دوست گرامی ما واحد جان وفا، هنرمند خوش آواز خوش صدا از راه دور آمدن و دوستشان محترم آقای انجینیر احمدزی رشیدی، هنرپیشه سینما. ازشان خواهش میکنیم روی استیج تشریف بیاره با استقبال شان. آقای واحد وفا، خوش آمدین به برنامه ما. تشکر، زنده باشین. بسیار خوشحال هستم پیش ما خدمت شما هستم در خدمت تماشاچایی که در داخل سالن هستن و همچنان بیننده های تلویزیون وان که از خارج از کشور و داخل کشور ما را ببینن. بسیار خوشحال هستم که امروز به خدمت شما هستم و از شما تشکر که از ما دعوت کردین. اومدم. تشکر، لطف کردین. آقای رشیدی، شما را هم خوش آمدید. زنده باشین جلالی صاحب. یک سلام خود را خدمت شما هم تقدیم میکنم. علیکم سلام. خدمت حاضرین در تالار تقدیم میکنیم. کسایی که ما را از طریق چینل وان میبینن در هر گوشه دنیا، خدمت از اونام تقدیم میکنم. خدمت نوازندای عزیز تقدیم میکنم. تشکر، ما را افتخار بخشیدین. تشکر، لطف کردین، قدمانگه فرمودین به افتخار هر دو مخانم. آقای وفا، فکر میکنم از بیرون کشور آمدن. بله، مهاجر بودین. بله، یا مسافر بودین. بله سه، مهاجر شده بودیم. خواه مهاجر ساخته بودن شما؟ ساخته بودن سه. بله خواه. چقدر دیر داد بیرون بودین؟ بله سه، ما تقریبا 32 سال شد. سی و دو سال است. یک عمر داد بیرون. بله آقا، دقن آورده بودین پشت وطن. بله چطور سه؟ آب و هوای وطن بود، ما را کاش کردیم. بله آقا، ما دیگه تقریبا بسیار دیر است که نارمنده سه 40 سال از اونها رو میگذرم. من سابق به نام گروهی کوچیا بودم. گروهی کوچیا. کوچیا. بله. خب. دیگه برای اینجا چی میگن، برای محفل خوشی مرد میرات میده شوای جشن. بله، در کمپ انتصارات بودیم و کمپ وزارت تجارت بودیم. جشنای وقت های جشنای که در وقت داود خان گفته ایش سفید آزایر خان و داود خان. بله، داود خان. بله. چی جشنای بود؟ آه بله، سبا سعید صد جشنی حال یک جشنی او هم مردای قدیم میگفتن چی غایتایی بود قربانی امو غایتا. بله بله، صد غایتی حال یک غایتی از او غایت. آقای رشیدی، شما خوب هستین؟ زنده باشین. همینجا دمی وطن بسر میبری؟ خب 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 خب، همراه کارهای هنری چی حال داری؟ زنده باشین جلالی صاحب. ما خو وقتی که شما باشین ما فرماین، لطف میکنین. هنرمند گفته نمیتونیم. شما پیش قدم هستیم، خواهش میکنم، لطف میکنیم. جلالی صاحب نمیگم، من بسیار احترام جلالی صاحب از نگاه هنرش دارم. میاییم از سرگذشت های خنددار کم کم قصه بکنین هر دو جنابا. چرا از ما چیزی که یاد داشته باشه براتون میگم جلالی صاحب. خب دیگه چمه از کجا شروع کنم براتون صاحب؟ از هر جایی که شروع میکنین خود مختار است. خب بله، ما صاحب یک خاطره مکتب دوران مکتب برتون از بچگی است. از بچگی است. الله. بله است. ما سه تا رفیق از مکتب برآمدیم گریختیم. آمدیم پیشیم سینمای پارک. این مکتب گریز. ما مکتب گریز بودم. بله است. با درو. برآمدیم سه دیگه یک رفتیم پیش ما چیز پیسی که نخ داشتیم. رفتیم شونه خود دیگه یک رفیق خود الهاک کردیم. خب پیسا نداشت و راست میگم. خب الهاک کردیم پس آمدیم سه. به پیسا را کجا کتید ببری جنجال میشه سر. خب بله است. رفتیم خب شونه خود هر چی بود خوری پس آمدیم که بیچاره نوزم ما را میپاله. خایم گفتم پشت گلبتی هم سینما خوب گفتم که ما رو دیدی کجا بدین گفتم ماجم صوفت رو موتور سایل داریم بیادر چی بی گفت یه نه دو نفر سینما به تو چپ چپ سای میکرد گفتم بیاد بریم کی است کی سر چپ این رفت در جون سیب تا تا که گفت بیادر پشت تو کی سر کی چپ چپ سای میکرد که واردار کردن سیب اولی که واردار کرد چی میگه بعد بعد تا بعد بعد است اون تایم تو بعد است دیگه شما اون لیواردار که چیزی تایم کو پاس کرد بعد از مده بعد از عمرم ققیل بالا نشد ققیل بالا نشد خوش آقای انجینر جلالی صاحب یکی از دوستای یک سرگذشت خود قصه کرد برای دوستا قصه میکنم خوب است خلاصش میسازم براتون اونقدر چیز که شما هم خسته نشین جان. اینا قصه کردن گفت ما پرسانش کردم گفتم امی خودت تا فعلا چرا عروسی نکردی؟ علتش چی است که عروسی نکردی خدا؟ گفت نظر به مشکلات اقتصادی وقتی که اقتصادیان بود و
پدرم خدا مغفرتش کنه فوت کرد و من امی امکانات نداشتم. من در یک جای کار میکردم، پیش یک شخص کار میکردم در خانهش، در خانهش کار میکردم با صوبکی که اینا از خواب میخیست نو چیز باز مرا صدا میکرد فلانی، میگفتم بله صاحب بیا مرا چاپی کو. خب گفت اول او رو چاپی میکردم، باز بچه‌هاش مرا صدا میکرد گفت مرام چاپی کو، اونا را چاپی میکردم، بالاخره میگفت خیروی اولی را بچه یک ذره آپاشی کو جاریش کو. اولی را آپاشی میکردم و جاری میکردم، خلاص میشد میگفت بچه‌م کوچه را آپاشی کو. کوچه را میگفت من بسیار جگرخون شدم، گفتم اما قدر کاری که میکردی مانه چند میداد؟ گفت روز ده رفت مرا میداد. گفتم چطور شد باز مادرت برادرات دلسوزی نکد کردید؟ گفت نه والا باز مرا دستکری برد و از دستکری آمدم و خلاصه. گفتم دیدم که مادرم نه. گفتم مادرم چی شد؟ بیادرها گفت مادرم خب فوت کرد. گفتم نه راستی؟ گفت آبا خدا. گفتم خیلی برویم مرا یک نفرتان زمین سر قبر و مادرم بیچاره مرا ببرین که ما ببینو قبر. گفت والا ما دیگه وقت نداریم که تو رو در سر قبر از او برین. گفت برو در شهداد اونو تفاگک بالا شو آی نیست نیست. گفت بایسکل سوار شدم رفتم و صدا کردم من مادر جان کجاستی؟ قبرکت کجاست؟ صدا در گوشم اومد تو دیوانیم گریه نکن. باز مادر جان گفت یک جایی نمه تو خود انداختم چی غز دادم من مادر ای مادر چی غز دادم چی غز دادم گریه میکردم خاکار سر خود باد خاکار سر خود باد کردم. گفت یک نفر آمد تب تب کرد دمی سر شانی گفت بیادر جان این بچه یک دست که مرده حالا میبینم که قبر خورترک میگم من ای خب مادر نیست مادرم که خورت کنه بود. ایرمی یک قصه جالب واقعی امو آدم بود که من برای شما کرد. بفرمایید. خب یک روز میگن سب یک نفر یک زن بود بسیار چاق خب یک 500 پاو بگویم برتان این خانه شده بود که در پشت دروازه 500 پاو در قابله ها یعنی بسیار چاق وزن از روی پاو از روی پاو نسب. خلاصه سبی گفت که خب باش ببینیم که روکش صدا کرد بخلم بی بی جان کدام کس در پشت سر است در پشت دروازه است کدام دوز است سیست این نوکرش امی چاق صدا کرد گفت خیلی چی گفت من در پشت دروازه پات میشم امی دوز که می در آمد تو تیلش که من سرش خودم میپردم باز اگه تو برو پلیس بخوای بسیار خوب خوبی مرا دوز که می خواستم در روزا داخل شد سب بیزر دختره گیره تیلک کرد نوکر تیلک کرد یفتاد این زنکه سرش خود انداخت بگرد اگه پلیس بر خوبی بعد زنکه اوزه نوکره کسو میده اوزه میده زنکه سال گفت برو چون نمیدی گفت باش چپلک های ببرم دوز در زیر سال میگه پدرک چپلک های مرا پوش بدار زود پلیس بر که من زیر کریم خطاب بخورم جلالی صاحب یک تنز یک واقعت است یک رقم تنز وارز کنه برای شما بفرمایی یک دوستم است رئیس است اطلاعات فرنگ در بخش نشرات او بیچاره گفت ولی مانده و زله گفت یک روز رفتم طرف خانه هم و وزیر صاحبم به موجب سر من قار شده بود بچه یکش سجاد نام داره گفت یک توتا داره همین توتای همی آمد در سر شانی من بسیار خستان بودم و اصابم هم ناراحت بود صدا میکرد توتای ازی صدا میکرد تشله تشله همین خانم مرا گفتم وزنه که ایچی یاد گرفته اصابم هم خراب سیر پس این رو باز هم اوسون کردم و توتا باز آمد صدا میکرد تشله 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 باز این هرچی که عدسه که گفت اصابم خراب شده همین توتا را از همین گلونش ماکم گرفتم با مو آواز بسیار پخشی که گلون ما کم میگیرن آواز پخش میشه صدا کرد تشله تشله باز بیخی پچکش کردم صداش قیچ است در کلک خود سینما تو فکر آی زنده باشین تشکر با یک وقفه کوتاه میریم و زود برمیگردیم بیننده های عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم به اجازه شما و مهمان های گرامی بفرمایید میگه یک آدم اعدام میکد لو در رقمک بود ریسپان میسپان در گردنش انداخت ریگو بگو آخرین خواهش چی داری؟ والا صاحب اگه میپذیرین خوما آخرین خواهش مینمیز کم بچگه که خود اگه ببینم لوده؟ بیار گفت بیار بچیش نشانش بتین صاحب گفت من خود تالی آروسی نکدیم منی
به این رقم خود خطا بدانه که بار ماروسی کنم و بچه شو و کوره دید و باز بیایی ادام کن. اما تر یک جلالی سه برتباط خوش فکایی شما بفرمایید. اتر نام خدا استعداد که شما دارین به فکایی دیگه ما نمیتونیم فکایی جلالی شوه. بفرمایید. میگن یک سه نفر لوده را بردن کدام گناهی کرده بودن نیره اما تر پاچه ها خواستن که باید ادام میشد. خو یک کیره بالا کرد سر دار کیره ادام کنه امی گفت من گناهکار نیستم. گفت گناه وقتی گناهکار باشی یا نباشی وقتی که ادامت میکنیم بالا میشه اگه گناهکار نبودی خونه یک چاره میشه دیگه. اینه که بالا کردن و امی علقه داره در گردنش انداختن و یه تصادف بیره تا که چیز میشه یه خطا میخوره رسوان میسکله اینه میگن ولی گناهکار نیست با وقت این بخشش میشه. و دیگه ایشم میگه چطور است چه قسم میره ادام کنیم خودتا که در کلاشینکوف ادام شوی که در زو گفته نه ولی مرم در محلقه دار رسوانش مزدار است. آه مزدار است. خوی ایرم بالا کردن نمو تصادف بر از یام همه تو شد. لوده دیگه ایش آمده گفت ولی هم دیگه بازه تر که مرا اگه در رسوان بگیرین ادام کنین بیخی خوکری و دلغشی میشه مرا که در کلاشینکوف ادام کنین. گرچه تکراری است خب باز احمد گرد سر ادام است. یک برادر مزاری ما یک برادر پشتون هر دویش در ادام برابر شد یار زیر رسپان دار بردن اولی پشتون ها گفت خواه در آخرین خواهش دو وای گفت نیه وای امزا وای وای رو را چه آخرین خواهش در چه دای نیه لرم خواهش نیه لرم چه نیه لرم وای نیه وای وای نیه وای خویی را ایلا کدن در ازاره را گفتن خواه آخرین خواهش تو چی هست گفت یک خواهش ندارم مام ندارم نگو حال تو رو دهی چه غرز خود تو خواهش نه هر نه مگم بچه بگو میر ندارم بار ادام میکنی هرچی میکنی بکش بار بکش حال بگو خواهش تا نه یکی ندارم ما هر نه مگم وی آخری را ما کم گرفتن خواهی تو وایا نه وایم خب بالاخره آخری گفتن خواهی ما آخری نه خواهش ده سیاور اخپلا مور وینم که یعنی یک دفعه مادرم را ببینم خوی باز برادر از آره را گفتم خوی نال خوی گفت نال تو بگو گفت خواهش من نمیسی که یا پیخ را نبینم باد از دو از این چه ایدان خب میگه یک نفر سه رفت در چیست دمی پرنده فروشی خب گفت بیدر من بخوایم یک کنری بخرم که تو مست بخونه الله او گفت بلا چه نقش هستی که بلا هم دیگه کنری دارم که تو یک استاد نمیکنم چه خلاص بوره باوردم رشته خوی مرکه سعید دید که راسیم کنری تو میخوانه سب این مرکه چخ چخ گفت بدر چرا چخ چخ میگنی بلا بدر کنری بسیار خوبش است افسوس که یک دونه پای نداره بدر گفت تو رقاصه میخوای یا خواننده جلالی سه بگان فکایی های شما بگوین بفرمایید شما بفرمایید خب در رادیو کار میکدو ما خو کس که میگه از کجا هستی از کدام ولایت هستی دم دانم کامت میگم این از اینجا استم یکی از وطندارا بود خود شده من همه درامای رادیویی را مثلا در راه روان میبودم کتی موتر در استادگاه یک آدم میفهمیدم که صدای اینی دبل رقمه کسم از او چهرش استاد میکنم شار بیری بیادر آه آه خیلی بیا بیش قرادم پیش رو یک ساعت قصه باز مای که چالان میکدم منی دست که چالان میکدم اما اسکرپت که بود اونجا پیش روی می چی دمو رفتار اینا باور بکنین اما نقش سر از اون میخواندم او یکی رو بالا کردم مفتم خود ده اینال اول برش تشریح کردم که اینجا یک دراما گک مدارم یک نقش خودت داری اینال در شروع بگو که اجازه است یک چار گپ مام دیم او باید همه تو بگه یعنی او چی مگه اره اره مربانی جلالی سای بخش نه بگو که اجازه است اره اره مربانی خوی نقش دریش خلاص شد پشتو آمد مفتم تو وید سای اجازه دا یو چو خبر زم وکرم و ولی نه مربانی جلالی سای شش شش دفعه اینه بیره حال شما میگین شما یک چیز بگید خوش 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 جلالی سیب جان یک
خاطره یک دوست دیگه ما هست که برای اونا برای ما گفته بود، ما برای شما میگم. ما باز یک خوب خاطره مقبول داشتیم اینجا، حال رفت یک جای دیگه کار میکنه. اونا قصه کردن، گفت ما از یک نفر قصدار بودم، زیاد اینقدر برای ما زنگ میزد، گفت هر روز زنگ میزد، گفتم اون روز برای ما زیاد زنگ زد، گفت کجا هستم پیسه میده، گفت با خدا ما دایرتان هستم. گفت تو اما تو یک دروغ برش گفتم، گفتم ما دایرتان هستم، هر وقت که آمدم من پیسه تان براتان میدم. پیسه نخت است؟ نخت است، نامش اختیارم است. خب دیگه گفت بسیار پیسه هم نبود، بسیار جگرخونم بودم. گفتم باشه می فکر ما یک طرف دیگه برم. رفتم سینما. خب گفتی سینما فیلم سعی میکنم، اونطور تفریح شد، امی سگرت در میتم که من تو پف میکنم، میبینو که امی که قصدارش هستم. یک دم از یک خانم گرفت که خود تو حیرتان بودی آمدی سینما روز تیر میکنی. میگه ناشاد کجا بره که شاد شو، این دیم مطل دین امی قسمت نسانی و از جگر خونیش سینما رفت که شاد شو اونجا ده امی دروغ و یخنش ده گیری و آدم گفت دروغ ساجی جلالی سر دروغ و میگه منزلش بسیار کوتاه میباشه. اینا از وای جان یک چیزه والا میگه روز میگه نه نه از من راست میگه یک روز چرسی ها دیگه به چرسی ها رو تده بودن بیای حال بیار کلش افتاده بود پولیس دار آمد تو فنجه رو کشید گفت بیار اکد کلش دیگه زوفت یکی شو کلش اکد بیدر یک روز جلالی صاحب رفتیم شهر میرفتم یک دختره که دیدم بس از این هموطنهای مردم ازاری ما شما خب گفتم این شفاخانه استلوماتیجی کلینیک دندان کجاست؟ گفتم این اینجاست. گفتم چی میکردی اونجا چی کار داری؟ ولی دندانم هم میکشم. گفتم خب خلاص شده. فکایی های 2014 است نه اوی چی بود. مگم نام خدا آقای وفا عمر هم تو بسیار خوش تیر کردن. رنگ رخشان هم تازه زشگر آقای جدید شما خودتان هم نام خدا پوره از سنه همه تو هم والا چیزی که تاوتیست ندادیم دندان ها دیگه چی کار شده از بینه نه 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 اون نام خدا زهیر شده رنگ تان سرخ و سفید تشکر خدا باشین سید با واقعیت اما تو رست جلالی صاحب زندگی را خوبش 24 ساله هم اگر هم یای ما هم رفته و شکای ما هم سپید در 24 سالگی در 24 سالگی خب نوال امیال گفتی 24 سال است امیال 24 سال خب میگه که در 24 سالگی موی هم نمون شکیقام سفید شکیقام سفید شده با واقعیت اما تو رست خب آقای فوافا کم قصه نو قام کنه از 50 سال پیش از 50 سال بله فکر میکنم همی کسایی که از خارج میه سنشان که از پینجا و اترا بالا شد بسیاریش برای گرفتن زن دوم میایه دیگه خوصن و نرمندا بله 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 که یکی پلان شما چیز حلقه به اندالله ما نمیخوام خود از دوز داشتیم و دوستی گرفتیم خب همین الان دوست جارم برای نه خیر گپ بین ما و شما باشی قسمت شه نشر نمیکنه ما یک لقمه پلو توی تا کار داریم همه ترست نه اگه یه خواستگاری رقم نمی آمد چرا کلا پوشیده هنه همه ترست والا رو خلاص میگه همه ترست حتما کدام گپ از ما و شما نمیفهمیم خیر حتما کدام گپ که هست چرا خودش هم چرتی شد چرتی شد کچه تو اینا خبر داره حتما این را معلوم میکنیم بینین دای عزیز آن زن کدن آمده بعد از وقفه کوتا گپ میزنیم های عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم طبق وعده چیزی که وعده دادیم اینه که گپ معلوم میکنیم یکی مردم ما و شما بسیار عاجز مردم هستن هر رقم ظلم و ستم سرشان شو هیچ وقع اما اول یک قال مقاله که احترام میکنن مثلا تو زنا هنی سر ما دیگه زن نکنی و فرق ما نسوزانی و که دیگه که سرم نبیاری و تو وقتی که باز گرفتی هیچ گپ نیست
این همه تو در یک ملک میگه یک پاچه اعلان کرد که مردم والا در یک ریاست راستی همی کارمندا گفت بخیه چی نیستن گفت سر از صبح همی کارمندا را هیچ نان نته چاشتانه کیا چی میکنن قیام میکنن یا نه یا همه تو چپ میباشن خب برادر دید که یک دو سه روز خبر نگرفت دو سه روز بعد همی رئیس پرسان کرد معاون خدا گفت همی کارمندا چطور است میه یا نمیه گفت آه صاحب کلش پوره میه خی نان نمیخورن نان گفت صاحب از خانه میارن کتی خب گفت خی نمی میز و چوکی و یار کل از پیشان بیگی بان کدم و کنجای شعبه استاد بانند میز چوکی را دیگر روز جمع کرد باز یک هفته بعد پرسان کرد که چطوست مامورین میای آصاب کلش پوره است خیلی میز چوکی و یا گفت صاحب یک بستره و توشه کنه ترا کت خود از خانه آوردن دانم و شعبه آور کرد باز ایران من دید چی رقم مردم است دیگه دفعه ماونا گفت برو بگو سو بیاین که کلتانه ادام میکنم کیا چی میگه یک رو گفت سو بیاین که کلتانه رئیس ادام میکنه او یکیش چی نه رئیس چی گفت که رسپان خود ما بیاریم یا شما میخواییم اینه تو مردم عاجزه داریم با شما هر رقم چیز سرش بیای قبول میکنم راست میگم تاسفانه اما ترست خب موضوع آقای وفا ماند یعنی شما دوستشان هستین و قدر والا ایره خود راستی هم که تا جایی که شما خبر دارین همه تا همینجا ما خبر دارم پشت سنه کشکشک همونجا دوستا یاد کردن که یک قصص این قلعه زمان خان است کجاست کدام جایی رفته همونجا خواستگاری رفته تو هم شهادت میدی ما را زمین ما خواه یک چیزی را پاد کردن میتونم جلالی سه والا نه خودشان هم همیشه واقعیت میگن دیگه ما چرا از گپه دیگه از دیگه دیگه هرچی خدا خواست امان خواهد شد بیا خدا نیک مبارک کنه البته قسمت تقدیر رفته همه تو تشکر گمی که سنیه داری خود برای ما تشکر از ازمون زنده باشی اگر نه شیپ و تیپ شان تو اینجا کونه کونه آدم ها آمده زن کده شما خو نو جدید هستی بیخی پیچ پلاس و چیز کدن این جواز میکد پایه خدا از صدای آقای وفا مستفید نشیم دیگه قسمت برنامه یک زمزمه کوتاه بر ما آگه چطوره اگه میل خودشان باشه زهره بزن ما چی میگن ما میفهم که هنرمندای ما نام خدا دوست راست کامل دارن دیگه و شخص ما آنگه ببخشید من شروعی که در مجلس ها شروع کردم من خواندن ها این دیمه کردم زیاد بله باز دیگر اثر با تقاضای مردم که زیاد شد باز مثلا صبرور ما یاد نداشتم بله در پشت یک نه دوست ما بود در پشت جازبند پت میشد و صبرور میخوان خب خودت لبسنگ میکردی لبسنگ ترو او وقت قیمکانات نبوده که پلیش و نرمندت لبسنگ ترو نفر در پشتت بیت میخوان تو از صدای خدا والا زور واقعیت خود نیگه اکشیر شیاد بشون واقعیت میگن مگم دامو یک قسمت خب نه اکشیر شیاد بشم بخوانم تا شیر شیاد داشتم کدام آهنگ بر ما میخوانن آقای وفا میخوانم زینب دوستم شاید مست خوش زینب از شماست بله سی بخواد بودمش برای زینب کی بود آقای وفا میخوام میگن از سن یک از زینب از هرات بودن خب ولی از شیر ازیرم که بر ما داد یک هراتی بودم از افغانستان آمده بود بوزی آهنگ بر ما داد گفت از ولی خود زینب از هرات است خب ولی ما گفتم زینب شما خوش میشناسین از خاطر زینب خواندین خوش میشنوی ما گوش هستیم زینب زینب آمد زینب زینب آمد شای دختران است شای دختران است ما چشمک میپرانم بسوی ما ندایم ما چشمک میپرانم بسوی ما ندایم زینب زینب آمد زینب زینب آمد را بالا میکنی یار چرا سیل و تماشا میکنی یار نمیترسی ز فردای قیامت چرا قتل جوانا میکنی یار زینب زینب آمد زینب زینب آمد شاه دختران است
جای دختران است. ما چشمک میپرانم بسوی ما نمیایم، ما چشمک میپرانم بسوی ما نمیایم. زینب زینب آمد، زینب زینب آمد. سمان یالت بنازم، با گردی گردنت لالی بسازم. اگه یک شب مرا با یار رسانی، دلا را آب کنم نالت بسازم. زینب زینب آمد، زینب زینب آمد. شاهی دختران است، شاهی دختران است. با چشمک می پرانم با سوی ما نمیایم، با چشمک می پرانم با سوی ما نمیایم. زینب زینب آمد، زینب زینب آمد. ماشاءالله نباشین، بسیار مقبول. تشکر زلالی سیب، تشکر. دیگه اینا میخواین کدام فکایی دیگه یا کام آهنگ دیگه بشنویم؟ میخوای بشنویم یا اگر فکایی بگوین باز آهنگ دیگه بعدن. بسیار خوب سر خوش میگه یک جنگ و یک آهنگ. والا میگه یک نفر رفت موسم زن کدن نشان است. خوش خوش جمع زدادن تو. مردگی ندیم مقصد. نه دگیر نمیتم نه. خلاصه سب یک نفر خیلی سفت از کابل مثلا به طرف مزار خانه برادر خود دیگه بوده موتر نبود یا سر خر یا پیاده مقصد خود رسان در مزار این رسید دیگه ساتای ده یازده به شب در خانه خوبی بدرش خوری باشی دیگه بازی چون بسیار مانده بود زلم سم نان خورده باز چای سم خودم چاینک های کلان بود سم دم کردم این چاینک از زندگی خور سم نوش جار کرد دیگه نصف شب شد سم دیگه جایر انداخته دیگه چی کردن مثلا زه خانم خواب کرد با شوهرش بود پلی یک بچه که یک ساله دو ساله انداخت پلی میمان خوی نصف شب شد دیگه چون چای زیاد خورد تا شام زرد شد ایران مود بود 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 یالی کاین بود اول ما بخیز سم یا تالی کاین بود خب بسیار شده تا جنجال سم چطور کنم سم دفعه کسی گفت بابا بکن بچه کک پاسیم در جای بچه کک بگم بسر بچه کک میشه بچه کک در جای خودمان سم گیره در جای خلاش شد سم آلمی برپس بچه کک در جای بچه کک در جای چیز کلانه کرده سم کمک بیادبی داشت دیگه بطا خنده گفتی همون یکان جوکا ایرانی بگد خنده که چیز نداشته باشم بسیار خوب بسیار خوب میریم به یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم باز هم بیننده عزیز شما را خوش آمدید میگیم اینم تو قصه یک بچگه کردی کاکا میمون بود و آقایش هم شیشته بود و دیگه نان خورده شده تربوز خورده میرند و در قاب اعتراض همه بچه آقایش بچه خود تعریف کرد صاحب خانه آی گفت نام خدا بچیم چه خوب پاک تربوز خوردی سعی که هیچ خستایش هم ننداختی و این پوستایش چی کردی بچیم گفت نه آقا در جیب از این کاکا هم بفرمایید سر خب یک خواندن ایندی از خواندن های قدیمی خب دیگه چی میگه Old is gold در انگلیسی امریکایی میگن در انگلیسی چی چی میگه Old is gold Old is gold Old is gold خب یعنی سابقه خوب تلایی است دیگه تلایی زندگی یک سفر ای سوهانا یا کل کیا ہو اس نے جانا زندگی ایک سفر ہے سہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا زندگی ایک سفر ہے سہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا ہنسنے گاتے جہاں سے گزر دنیا کی تو پرواہ نہ کر ارے ہنستے گاتے جہاں سے گزر دنیا کی تو پرواہ نہ کر مسکراتے ہوئے دن بھی جانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا زندگی ایک سفر ہے سہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا زندگی
سوهانه یا حقی که از نیجانا زنده باشین. واقعا مزه داد. تشکر سید. تشکر. قابلش نیست بفر. همون یک پاکایی گرد سیام کنه شده باشه خب یک نفر این همه جک جیسینگ خوش ناسین سید بله این همه یک البم خودی هم پاکایی گفته می یک نفر یک خانه نکد خلاص شد برش فرمایش آمد که باز شنیده باشیم باید خب باز برش فرمایش گفت میره باز بخوانی باز خوان باز فرمایش باز بخوان خوی مرکه صدا کرد بدن خانه ده باش که بدن وقت بگیر مرکه خوان ده آقا دارم گفت تا اینه بسور نخوین دیگه از پشم خانه نمیتونی خواه 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 بله آسید بگوارم بسیار محکمش گرفتن شما برای سی محکم گرفتن تا اگر بکنی عزیز واقعا آقای وفا بسور میخونن عمرشان گذشته و تشکر میکنیم از این که آمدن قدم رنجه فرمودن و مهمان ما شدن همچنان از آقای انجینر و فکر میکنم استاد آخر برنامه نزدیک شدیم از حضورتان خداحافظی میکنیم اما بعد از خداحافظی آهنگ زیبایی را باز هم از آقای وفا خواد شنیدیم ما منتظر انتقادات پیشنهادات و یگان مهمان جالب برای ما معرفی بکنین آدرس ما shabkhan@twentymedia.com و کسی که با ما در تماس میشه شماره تماس ما روی صفحه تلویزیون است و آهنگ میشنویم قبل از او میگیم خداوند یار و مددگارتان She knows.